روال پرونده های ما اینطور نیست که تمام افراد مرتبط با یک پرونده رو با هم برای بازپرسی احضار کنیم. اما بنا به درخواست جناب سرهنگ تهرانی، مأمور ویژه پرونده و پیچیدگی‌هایی که توی پرونده وجود داره، تصمیم گرفتیم که طرفین دعوا و تمام افراد مرتبط رو با هم برای بازپرسی احضار کنیم. بفهم. دادخواست پرونده مربوط میشه به شکایت از آقای حامد حبیبی به جرم اقدام به قتل آقای بهزاد جمشیدی با طرح توته و نقشه قبلی. اتهام تو قبول داری؟ نه، قبول ندارم. ولی اسناد زیادی بر علیه شما هست. از جمله شهادت شاهد عینی که این ارتکاب جرم یعنی اقدام به قتل آقای بهزاد جمشیدی ماشین شما رو دیده. جناب بازپرس، من به هیچ وجه اون شب از ماشینم استفاده نکردم. ببینید، حتی اگه شهادت شاهد عینی رو به دلیل خطای دید یا هر چیز دیگه بخوایم رد کنیم، دوربین کنترل ترافیک این صحنه رو ثبت کرده. بازم انکار می‌کنیم؟ بله، من شب حادثه پشت فرمون ماشینم نبودم. یعنی از کسی دیگه خواستی که با ماشینت به قصد کشت آقای جمشیدی رو زیر بگیره؟ نه، برای چی باید هم چی کاری بکنم؟ بنا به شهادت کارگرای کارخونه شما، صبح روز حادثه با آقای جمشیدی درگیر شدیم و ایشونو تهدید به قتل کردیم. من هر چی گفتم رو عصبانیت بوده. جواب منو بده، تهدید کردی یا نکردی؟ بله. چی بهش گفتی؟ حالا یادم نیست. چرا تهدیدش کردی؟ به خاطر خیانت و دستکاری فرمول قطعا. دروغ نگو عوضی! برادر من اهل خیانت بود یا تو؟ ساکت باش آقا! آقای بازپرس‌زاده‌اش کار میکشید، آخرش همه چیزو به نفع خودش تموم میکرد. میگم از جلسه اخراجت کنن. آقای بازپرس، پسر من بچه سالم و سربراهیه، اهل هیچ برنامه‌ای هم نیست. درست الان رو تخت بیمارستان تو کما باشه؟ خواهر شما من. فکر کنی بچه خودتونه. آروم باشید خواهر من، اینجا جلسه بازپرسیه، بفرمایید بشین. آقای بازپرس، من از این آقا شکایت دارم، تو راه رو برادر من حمله کرده. الهه چیه؟ ساکت بشینم تا راحت بهت بگن قاتل؟ اگه ساکت نباشید جلسه رو تعطیل میکنم. در ضمن آقای جمشیدی تو کما هستم، پس بحث ما سر اقدام به قتل نه قتل. اگه اون شب پشت فرمون ماشینت نبودی کجا بودی؟ خونه یکی از آشنا. اسم و مشخصات شخص مورد نظر. بنا به دلایلی نمیتونم بگم. تو دروغ میگه. اینکه کی دروغ میگه کی راست میگه رو من تشخیص میدم. میدونی اگه شاهدتو معرفی نکنی جرمت محرز میشه و متهم شناخته میشی؟ بله میدونم. با این حال باز نمیخوای بگی؟ من فقط میتونم بگم اون شب ماشینم دزدیده شده. همین. چرا دزدی رو گزارش نکردی؟ برای اینکه من خودم اون شب نفهمیدم که ماشینمو دزدیدم، من بعداً از طریق پلیس فهمیدم. میدونی این ادعایی که داری میکنی برای اثبات شاهدت باید شهادت بده که اون شب هر جایی بودی به غیر از پشت فرمون ماشینت؟ من شاهد دارم ولی نمیتونم معرفیش کنم. پس عملا شاهدی نداری؟ شاهدش منم. اسم و مشخصات. فریبا تابش. فرزند پرسیدم فرزند
جلال. دختر شما هستم؟ چه نسبتی با ایشون داریم؟ اگه اجازه بدی من... ما هیچ نسبتی با هم نداریم. چجوری با آقای حبیبی آشنا شدیم؟ ایشون قبلا خواستگار من بودن، منتها نشد، یعنی من جواب رد دادم، با کس دیگه ای ازدواج کردم. البته الان چند سالی که مجردم. ایشون ادعا میکنن که شب وقوع حادثه ساعت 7 تا 12:30 شب منزل شما بودن. شما این ادعا رو تایید میکنید؟ اگه اجازه بدی من توضیح. بله. حاضرین تو دادگاه شهادت بدین؟ بله. ایشون برای چی اون شب به منزل شما آمده بودن؟ حتما باید به این سوال جواب بدم. فعلا میتونین جواب ندید. نه دیگه، اینجوری که نمیشه آقای بازپرس. از کجا معلوم پول نگرفته بیاد این حرفو بزنه؟ این بی وجدان میتونه هر زن بی آبرویی رو از کنار خیابون وردار بهش پول بده بیارتش تو این دادگاه به نفع شهادت بده. خیر اینه. را بیافت را بیافت. آقا شما هم بفرمایید بیرون. بفرمایید. شما بریم بیرون، من میام. بابا بیرون. بالاخره زهر خودتو ریختی، انتقامتو گرفتی. من جلال تابش اگه مثل یه مرد زندگی نکردم، اما مستحق اینم که مثل یه مرد بمیرم. توقع زیادیه که بی خفت و با آبرو بمیرم؟ آره، ممکنه توقع زیادی باشه، چون دخترم پاره تنم به من مثل یک دشمن نگاه میکنه. من برای انتقام از تو این کارو نکردم. پس چرا کردی؟ برای نجات حامد. پس من چی؟ آبروی من چی؟ تو خیلی وقت برای من مردی جلال تابش، خیلی وقته. فریبا، به خدای احد واحد اگه به هم ثابت بشه که تو و اون پسره، لا 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 لا، هم تو رو میکشم هم اون پسره یه نمک به حروم. فهمیدی؟ فریبا خانم سلام.
خوب هستی؟ سلام، من آمنم، مادر حامد. من ببخشید شما رو به جا نیاوردم، شرمندم. عیب نداره، اینم از عجایب زمونه ماست که عروس و مادر شوهر همون نشناسن. بله دیگه، تقریبا همون جوری هستی که حامد تعریفتو کرده بود. چه جوری؟ محکم و با دل و جرأت. با درست و غلطش کاری ندارم، اما همین که از همه چیزت گذشتی و اومدی شهادت دادی، حرفای حامد به هم ثابت شد. لطف داری. از ته دل خوشحالم که عروسمی. ممنونه. جای مادرت یه چیزی هم بهت بگم. درسته که آبروی یه دختر همه چیزشو و تو هم همه چیزتو برای پسر من گذاشتی، اما ای کاش به فکر آبروی باباتم بود. فکر میکنم حامد در مورد رابطه من و پدرم چیزی به شما نگفته، نه؟ نه، چیز قابل دونستنی نگفته. گرچه من خوشحالم با شهادت تو بیگناهی پسر من ثابت میشه، ولی خورد شدن پدرت جلو چشم اون همه آدم، ای کاش تو هم مثل حامد همه چیو به خونوادت گفته بود. وضعیت من و حامد با هم خیلی فرق میکنه. یه پدر هر چقدر بد باشه حق داره از ازدواج دخترش با خبر بشه. بله حتما همینطور. ماما جانم، اجازه ندادن حامدو الان ببینیم. سلام. سلام. الهه خانم درسته؟ بله. خیلی خوشبخت. منم همینطور. نمیدونم واقعا چی باید بگم. با کاری که شما امروز کردین لطف بزرگی در حق ما کردین. خواهش میکنم، من انجام وظیفه کردم. با اجازهتون من مرخص میشم. فریبا خانم بیا بریم خونه ما. ما هم که تنهاییم، من و مامان و بابا. راست میگه، بیا با ما بریم، خوب نیست تنها بمونی. خیلی ممنون، من به تنهایی عادت دارم. هر جور راحت. اجازهتون. خدا نگه. خدا نگه. خدا. مامان ما بریم. قرصاشون امروز خورده بودن؟ بله. شوک عصبی بهشون وارد شده. چیزی شده آقای دکتر؟ بله متاسفانه. پرویز کجایی پس؟ پرویز اومدم. بیا دیگه. بله. خب هادی جون، بالاخره نگفتی این ماشین چقدی واسه تموم شد؟ دست درم. حالا ماشین رو احسان برام جور کرد، هنوز سر قیمتش چونه نزدیم. این ماشین با این قیمت گرونی که پرویز میگفت، اگه نتونی پولش رو جور کنی میخوای چیکار کنی؟ جورش میکنه، حواسم هست. اصلا تو یه همچین ماشین گرونی واسه چی میخواستی؟ احسان گفت مورد خوبیه، من وسوسه شدم. وسوسه شدی؟ قبلنا شیطون نمیمد سراغت. دایی شیطون شدی؟ یکم راستشو بگو. راست میگه دیگه بچم، راستشو بگو. خبر مبریه؟ خبر مبریه. چه خبری؟ خبر مبریه. بس بیام بهت بگم، دایی میخوای من و ماما براش بیاییم خواستگاری؟ ای شیطون
چقدر جلو بچه از این حرفو زدی؟ بعد خواهر زاده اینقدر به فکرته، خیلی هم دلت بخواد. فقط یه شرط داره. شرط هم میذاری؟ بله. چه شرطی؟ شرطش اینه که باید من توی ماشین عروس باشم. ای؟ دایی واقعا شیطون شدی یا؟ یک کمی. سلام. خسته نباشی جوون. ممنون، بفرمایید. سیامکم. کارگزار آقای گرجی. آقای گرجی؟ نمی‌شناسم. آقای گرجی دیگه. واسه خونه اومدم. برای خونه؟ فکر کنم آدرس رو اشتباه اومدیم، ببخشید. وایسا. من شما آقای پازوکی نیستی؟ بله. پس من درست اومدم. احتمالاً شما در جریان نیستی. چه جریانی؟ راستش مادر خدا بیامرزتون سه دنگ خونه رو فروخته آقای گرجی. نه آقا، شش دنگ این خونه صاحب داره، به هیچ کم فروخته نشد. مگه این ملک به اسم خانم ماه جوین؟ بله. طبق سندی که بین ایشون آقای گرجی رده بدل شده، مادرتون در 80 بینتون پول نقد سه دنگ خونه بهش فروخته، یعنی به نامش کرده. اینم غلامش. از اونجایی که ناصر خان حرمت اموات رو واجب میدونن، دیگه نخواست این مدت پا پیش بذاره. خب الان دیگه میخواد تکلیف این خونه روشن بشه دیگه. غیر اینه مادر من خودش اومد محضر؟ بله. کی؟ 7-8 ماهی میشه. میدونستی مامان سدونگ از خونه رو به این یارو فروخته؟ چه حرفیه میزنی هادی؟ من اگه میدونستم که حتما به تو میگفتم. آخه مگه میشه مامان سدونگ از خونه رو فروخته باشه هیچ کی نفهمه؟ شاید طرف کلاه بردار هادی، سندش هم جعلیه. میگم کپی قولنامه رو بهم نشون داد. اینجام نمیشه سه دنگ از خونه فروخته شده. عجیبه. چرا مامان چیزی به ما نگفت؟ حاج خانم هیچ وقت از این کارا نمیکرد. من باید تاوتو این قضیه رو در بیارم. چجوری؟ تو چیزی میدونی پرویز؟ نه والله. امشب با اینجا میمونیم. دکترتون استراحت مطلق داده. فکر و خیالم ممنوع. دوروبرتونم باید خلوت باشه. گوشیتونم پیش من میمونه. اصلا میدین چیه بابا؟ یه چند روز همه چیزو ول میکنیم با هم میریم سفر. اگه دوست ندارین سفر نمیریم، ولی خب باید توی خونه بمونین استراحت کنین. کاش که تو این دنیای قرص بود که آدم میخورد و میخوابید. بعد که بیدار میشد همه چی مثل اولش بود. از
از اون زمانی که شما بچه بوده. مثل اینکه همین الان گفتم فکر و خیال ممنوع. ولی اون اتفاقی که امروز تو دادگاه افتاد فکر و خیال نبود. نبود. ولی شما راهی ندارین جز این که باش کنار بیاین. آره میدونم. بدبختیم اینه که راهی برام نمونده. کاش که زمین دهن باز میکرد، کاش که از آسمون سنگ میبارید. بابا بس کنیم. اما اون دادگاه بس کنیم. ای وای نمیتونم بفهمم، نمیتونم بفهمم سر دخترم چه بلایی اومده، چی به سرش اومده، چی کار داری میکنه. نمیدونم. ولی تو رو خدا شما آروم باش. چجوری آروم باشم وقتی که فکر میکنم تو این دنیا چی کاشتم که دارم نفرت درام میکنم. بابا تو رو روح مامان بس کن. روح مادرت داره آه میکشه. فریبا اومدی حرفایی رو که دیروز بهم نگفتی رو بگی؟ دیشب تا صبح نخوابیدم، بیمارستان بودم بالا سر بابا. میدونی دیروز باش چی کار کردی؟ من با اون کاری نکردم. اون چیه؟ باباته. میدونی حالش چقدر بده؟ برات مهم نیست؟ مهم اینه که سر یه بیگناه بالای دار نره به قیمت بیابرو کردن خانوادت. جون یه آدم از آبروی همه واسه من مهمتره. آره جون؟ جونه بابا چی؟ اونم برات بیارزشه؟ قلبش دیگه کشش این همه اتفاقو نداره. فریبا تو خیلی عوض شدی. جونه بابات برات بی اهمیته، آبروش برات بیارزشه، آبروی خودت هم برات بیارزشه. وگرنه پا نمیشه بیه جلو اون همه آدم بگی که تا صبح با یه مرد غریبه بودی. اومده بودی همینا رو بگی دیگه، گفتی خالی شدی حالا میتونی بری. نه هنوز خالی نشدم. بگو میشنوم. میدونی مردم به زنایی مثل تو چی میگن؟ اینا زدم که مواظب حرف زدنت باشی. مثل اینکه بابات بهت یاد نداده با بزرگترت باید چجوری حرف بزنی. ها من و حامد زن و شوهریم. من این چیزا رو تو دادسرا نگفتم برای اینکه ترسیدم اگه بگم شهادتم رو قبول نکنم. تا امروز فکر میکردم پدر ندارم، از امروز هم فکر میکنم خواهرم هم مرده. حالا میتونی بری. یه چیز دیگه، این که من و حامد زن و شوهری ما حق نداری به جلال بگی. حالا بتونی بری. Thank you.
مثل مخمل مونه. آه باهات حرف میزنه. بیسته بیسته پشتشو ببین. معلوم کارشون. سلام. سلام آقای گرجی هستن؟ بله آقا ایشب با ایشون حرف زدم. سلام. بفهمید سیامک چایی بیار برای آقا. شما آقای گرجی هستین؟ در خدمتم. راستش آقای گرجی من میخوام بدونم مادرم چرا سدونگس خونه رو به نام شما زده. برای 80 میلیون. نه منظورم اینه که مادرم بدون اطلاع من هیچ کاری نمیکرد. چی شد که خونه رو به نام شما زد؟ چون تو حساب بانکیش که هیچ پولی نیست، هیچ سندی هم وجود نداره که نشون بده 60 میلیون پول از شما گرفته. ببین داداشم من موبایل نامه دارم، کاری هم ندارم که مادر خدای بیامرزه چرا یواشکی خونه رو فروخت. سه دونگه این خونه قانونا مال منه، به نفع هر دونه که تکلیفش هم معلوم کنی. یا سه دونگه منو بخر یا سه دونگه تو بفروش. 20 میلیون بالا اون چیزی که خریدم بهت میفروشم. سه دونگه تام خواستی بفروشی جیرینگی پولشو بهت میدم. شما متوجه حرف من نشدی. من میخوام بدونم برای چی مادر من سه دونگه خونه رو به نام شما کرد. من تا این موضوع رو نفهمم هیچ کاری نمیتونم بکنم. قلدری داری میکنی؟ من این کارو کردم؟ معنیش اینو میگه. اون روزی که رفتی معزد دامادتون بود. چرا میری از اون بپرسی؟ دامادمون؟ پرویز مگه شوهر خالتون نیست؟ چرا؟ خدمتتون. تونستی ماشین رو پیدا کنی؟ تو پارکینگ مینی سیتیه. خب یه نفر بفرست سراغش. خیالتون تخت. یکی رو سراغ داریم جیب خودش رو یه جوری میزنه که خودش هم نمیفهمه. خودت نمیری سراغش هم. یکی رو واسطه میکنی بهش سفارش کار میدی که اگه اون گیر افتاد پای تو این وسط باز نشه. متوجه چی میگم؟ بله آقا. گن نمیزنی دوباره با منصور. نگران نباشی. تمیز و بی سر صدا انجام میشه. من میگم اتفاقا پر سر و صداش کن، انقدر پر سر و صدا بشه که آبدارچی اداره آگاهی هم بفهمه قضیه رو. منصور حامد نباید از زندان آزاد شه. این یعنی چی؟ یعنی که تو نباید گند بزنی. اگه گند بزنی چی؟ چی؟ میشه آخرین گند زندگیت. الو. مرسی. فرمی. سلام قربان، خسته نباشی. من میتونم آقای بازپرس رو ببینم لطفا؟ کارتون؟ در خصوص پرونده آقای حامد حبیبی، جلسه بازرسیشون دیروز بود. آن همون که به هم خورد؟ بله، به من گفتم با توجه به شهادتی که من دادم میتوننشون به قید وثیقه آزاد بشن. من سند آوردم، سند منزلمو. سندتون توقیف کردین؟ توقیف؟ یعنی مراحل سند گذاشتن طی کردین؟ کارشناسی، قیمت گذاری، ثبت اسناد. من نمیدونستم بعد همچین کاری بکنم. ببین خانم، شما برید ثبت اسناد منطقتون، سندتون رو توقیف کنید، بعدش بیاید اینجا تا بازپرس دستورش رو صادر کنه. من این نامه بهتون میدم، کارتون زودتر را بیفته. میگم امروز که دیگه دیره، بهتره بذارید فردا کارتون انجام بدید. فکر نمی‌کنم برسید انجامش بدین. شما برگر رو بدید، من میرسم. آقای بازپرس هم تا 2 ساعت دیگه بیشتر نیستن. ممنون. ماشاءالله
آقا ماشاءالله. تو رو خدا مثل دفعه قبل رو تاج ماشین چیزی نذار. یه دفعه شد ما تو ماشین تو یه بار بسینیم قر نزنی پرویز. قر میزنم اینجوریه. وای بالا این که چی نگم. کار همیشه تو عادت کردی به قر زدن. بار بچینی و نتونی شما قرتو میزنی. یه ما پیش از فوتش مادر خدا بیامرزتون میگم. اومد پیشم بهم گفت پرویز یه مشتری گیر بیار. به نرخ روز سه دونگ خونه رو رد کنیم بر. فکر کنم تو اون موقع از طرف شرکت رفته بودی سفر. نگفت برای چی میخواد خونه رو بفروشه؟ چرا؟ مثل که اون خیلی قدیما بابای خدا بیامرز به یه نفر بدهکار بوده. همین اواخرم بابای خدا بیامرز میاد به خواب مادرت. میگه این قرض ما باید ادا بشه. به کی بدهکار بوده؟ اونو دیگه نمیدونم. بعدش هم بهش گفتم مادر من به زاهادی از سفر برگرده بعد هر کاری میخواستی بکنی بکن. خب چی دیگه گفت؟ چه میدونم من آفتاب لب بومم و سایه لب بومم. دیر شد از این حرفا. چرا همون موقع من از سفر برگشتم این جریانو بهم نگفتی؟ شرمنده شرمنده هادی جون. مادر خدا بیامرزت قسمم داد نه به تو نه به فرشته نه به هیچ کسی دیگه نباید حرف بزنی. گفت خودم حالا بعدم بهشون میگم. پرویز به ماشین تو بردا سر راهه. آقا جان چرا داری داد میزنی؟ کاروانسرا که نیست، مدون تقریباره. میام الان. مادرم هیچ وقت چیزی رو از من پنهون نمیکرد. آقا جون ببخشید تا چای رو بزنی من برمیگردم. بیا دیگه. اومدم بابا. سلام خانم، فریبا هستم. سلام فریبا جان، حالت چطوره دخترم؟ خوبی؟ خسته نباشی؟ چه خبر مادر؟ متاسفانه کارهای گرو گذاشتن سند امروز انجام نشد، نتونستم حامدو در بیارم، افتاد برای فردا. شرمنده تو رو خدا، همه کارام افتاد گردن تو. اگه بابای بچه ها تنها نبود پا به پات میومدم امروز مادر. الهام که امتحان داشت. چه حرفیه میزنی ناش خانم؟ فریبا جان شامو بیا اینجا امشب مادر. اجازه بدید فردا که مرخص شد با هم میرسیم خدمتتون. آمنه الهه همین باشه. ایشالله آمنه. ایشالله مادر ایشالله. بیا اینو برشتر ماما. چشم. پس مزاحمت نمیشم مادر، هر کاری داشتی زنگ بزن. ممنون، فعلا خدا نگهدار. در پناه. چی میخواست؟ ماسکش اذیتش میکرد، گفت برش دارن. مامان داداش آزاد نشد؟ نه اون واسه فردا. الهه مادر اون آمپول بابا تو بزن یادم میره. چشم. سلام، اداره آگاهی؟ من نمیفهمم اینجا زایشگاه است، آسایشگاه سالمندانه، چیه؟ و
والا چه عرض کنم بابا؟ نه دیگه، هیچ کدومش نیست، کارمون سراست. چون لااقل یه دونه نگهبان بیدار باید داشته باشه. قربان جسارت ها، ولی ما بیدار بودیم. نه من مریضم. راست میگی، شما بیدار بودی، من مریضم، اومدم این وقت شب اینجا به شما شب بخیر بگم. داوود برای قربان چیز پیدا کردی؟ فعلا ندارم، میگردم قربان. چون سنگینم درست شد، فقط اینو نباید بزنی. نه سه در نکن قربان، این قضیه فاطمه مرخص و اینا شوخی بود دیگه، برای اینکه اون دو نفر حساب کار بیاد دستشون، درسته؟ نه داوود جان، من اهل خالی بازی نیستم، گلم گل، پوچم پوچ. خودشه، این همون مدرکیه که دزدا دنبالش بودن. معلومه نگهبانا خیلی هم خوابالود نبودن. مگه چی شد آقا؟ این عقدنامه نشون میده فریبای تابش و حامد حبیبی با هم زن و شوهرن. پس این همه هوچی بازی که اینا تو جلسه بازپرسی را انداختن همش سیاه بازی بوده. بله، نمیدونن که ما خودمون ختم سیاه کاراییم. خواستی بخونی؟ دوتا فاتحه هم واسه این دوتا قناری عاشق بخون. ببر تحویل پاسپورت بده. میتونم برم داخل؟ خانم تابش اومدن. سلام. سلام. بفرمایید. بفرمایید جناب پاسپورت. یعنی الان دیگه هیچ مشکلی نیست؟ اینجوری آقای حامد حبیبی آزاد میشه؟ دیگه امکان نداره آزاد بشه خانم تاب حبیبی. نقشه شما بود یا شوهرتون؟ من منظورتون رو نمیفهمم. اینکه ازدواجتون با آقای حبیبی رو پنهان کنین، بعد یهو یادتون بیفته دم خروس تو ماشین جا مونده، یه نفر رو بفرستید شبانه اونو از تو پارکینگ بدوزده. بد کاری کردی، کار شوهرتو سخت کردی. نه نه اجازه بدین، پنهان کردن این موضوع اصلا پیشنهاد من بود. حامد اصلا راضی نبود که من شهادت بدم. بازم فریبکاری در پوشش فداکاری. بازی خوبیه، خیلی سوزناک، تاثیرگذار. نه باور کنید همه چیز تقصیر من بوده. ایهو دیشب فقط اکشن شد. ببینید من واقعا متوجه نمیشم شما چی میگین. من از دزدی بیخبرم. خب طبعا بله، نقشه شوهرتون بوده، فقط دو نفر لازم داشته، یکی رابط با بیرون بازداشتگاه، یکی هم اون کسی که دیشب رفته تو پارکینگ با مامورای ما موش گربه بازی در آورده. اصلا امکان نداره حامد، امکان نداره بتونه همچین کاری کرده باشه، برای اینکه از همون اولش بله، اولش شاید مخالف شهادت شما بوده، اما وقتی دید رکب شما گرفته یاد عقدنامه افتاده. شهادت من دروغ نبود. بوده، بوده خانم حبیبی. شما به قصد فریب بازپرس شهادت دروغ دادید. جناب بازپرس، از وقتی که به من دادید متشکرم. ببینید شما دارید اشتباه میکنیم جناب بازپرس. فعلا میتونید تشریف ببرید خانم، اما از تهران حق خارج شدن ندارید و هر وقتم احضارتون کردم باید سریع حاضر بشید. ولی جناب بازپرس. بفرمایید. خواهش میکنم. شاید یکی میخواسته پلیس نسبت شما رو بدونه. ها؟ کی مادر؟ پدر من. بهترین وکیل رو براش میگیرم، هر طور شده از زندان آزادش میکنم. من و حامد هیچ نیازی به کمک شما نداریم. من شهادت شما رو نمیتونم قبول کنم و همسرتون باید تو حبس بمونه مگر اینکه شاهد دیگه ای داشته باشید. فکر کنین اصلا دختری به اسم فریبا ندارین، اصلا فکر کنین منم مردم، عین مامانم. سرایدار ساختمون اون شب من و تو رو دیده که با هم رفتیم تو خونه. گاهی به پشت سر نگاه کن،
گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدما دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. فکر می کردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.